أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت. الله يا عيني يا سلام. بل لله الأمر جميعا. يا سلام. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يا سلام سلم. يا سلام سلم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت. نعم. بل لله الأمر جميعا. أي والله. سبحانه سبحانه. بل لله الأمر جميعا. لكن نعم معلوم. الله الله الله. بل لله الأمر جميعا. هي كده هي كده. أيوة. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء افلم يا اسد دوباره افلم سباره انت كره بخو. بل لله الامر جميعا. بل لله الامر جميعا. بل لله الامر جميعا. الله بل لله الامر جميعا. الله نعم نعم. بل لله الأمر جميعا. هي كده هي كده. أفلم ييأس الذين آمنوا العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
محمد. چرا هر کی مصطفی اسماعیل میخونه حامد قاسمیان میشه؟ چی میشه؟ سر شوق میاد دیگه. حامد چی میشه؟ حاج آقای قاسمیان میشه. فقط خودش صحبت میکنه. جان الان یه سوال ازت دارم. فکر میکنی استاد ابوالقاسمی الان چی میگه؟ من میگم. بگو. میگم اینا رو میشناسی؟ نه، لازم باشه بذار رسالت بگه. تو خیلی گفتی. خب بیام تو گوشت بگم. اصلا معلومه؟ نه. میشناستشون دیگه. آقا صبر کن. معلوم من میشناسم. الان شما چند سالته؟ من 11 سال. الان میگه 20 ساله میشناسم. آقا یه بار یه نفر من دید گفت آقا من شما نمیشناسم، تو محفل دیده بود. من نمیشناسی؟ گفتم نه. فکر میگه چون من نمیشناسی. حالا ابوالفضل من نمیشناسی؟ نه. محمد امین من نمیشناسی؟ نه. میدونی که چقدر این تیکر رو دوست دارم؟ 100 بار برای من خونده این تیکر. 100 بار؟ باور کن. هر سال یه بار. برادران نبیلی رو تشویق بکنید. محفل پارسال رو دیدید؟ بله. خوش به حالتون. یه بار دیگه سوال تو بپرس، نشنیدم. نه جدی، محفل پارسال رو دیدید شما؟ بله. از چی خوشتون اومده؟ خب مشخصه دیگه. از همه برنامه. نه بیشتر. راحت صحبت کنید. الان میخواد بگه من روش. نه میگه راحت صحبت. نه راحت جواب بدید. آره جواب بدید، خجالت نکشید. از همه تو ها؟ از همه تو خوشتون. خب از کی خوشتون نیومد؟ بگید راحت. راحت بگید، راحت بگید. ها؟ من اصلا نمیدونم کجا وایساده هستم. فهمیدیم کیو دوست داریم. خب آقا ابوالفضل و محمد امین. محمد امین نبیلوی عزیز، یه سلام علیک بکنین. ما مجال ندادیم اصلا به شما. سلام عرض میکنم خدمت اول میزبانان محترم، اساتید گرانقدر و بزرگوار، همچنین حضار عزیز و بالاخره رفیقای خودم و خدمت بینندگان محترم، طاعات و عبادات همه عزیزان انشالله قبول دقای حق باشه. زنده باشین. زنده باشین. سلامت باشین. خیلی خوب خوندین. عالی بود. از کی خواست سلام بده؟ نه سلام. سلام راحت. شوخی میکنه. نمیخوای به ما سلام کنی؟ یعنی سلام عرض میکنم خدمت همه داورای عزیز و بینندگان عزیز، نماز روزاتون قبول بشه انشاءالله. خیلی راحته، خوشم میاد. یعنی اصلا نه استرسی نه استرابی، هیچی. خیلی خوب، معلومه که حرفه‌ایه. شما از کی شروع کردین؟ من؟ بله. تلاوت که خب من تلاوت من کلن به دو تاریخ، یعنی به دو دسته تقسیم میشه. قبل از ورود محمد امین به تلاوت قرآن، یعنی قبل از میلاد. خب قبل از ورود ایشون. نه واقعا قبل از میلاد. آره قبل از میلاد. نه میلاد نه، ورود به عرصه تلاوتش. بله بله. آره اون موقعی که بالاخره بچه‌ام بود من میخوندم، زیاد میخوندم پیش محمد امین. گوشش ماشاءالله قویه، خیلی بهتر از ماه. و ولی خب دیگه تلاوتش که یه ذره گرفت. یه بار پیش استاد ابوالقاسمی یه تلاوتی کرد. دیدی. پیش اساتید اسلام شهری و استاد ابوالقاسمی یه تلاوت سوره مبارکه بلد منشاوی رو خوند، تلاوتش گرفت. دیگه از اون بعد منو دیگه جای دعوت نکردن. افتادی تو رقابت. همش دیگه محمد امین دعوت میشه اکثرا تلاوتایی که میره کلا، یعنی به من زنگ میزنن آقای نبیلو سلام خوبی میام ممنون سلامت باشین، محمد امینو برای تلاوت میخوایم. دیدی برنامه شما شدین دیگه. به من زنگ میزنن ایشون رو دعوت میکنم. من راننده شونم دیگه، میبرم میارم. ولی افتادین تو رقابت. رقابت که با هم ندارین خدا وکیلی. رقابت راستش منظور چیه؟ تو مسابقات یا چی؟ نه کلن. من نه، یعنی تو از موفقیت جدن بگم خیلی افتخار میکنم به محمد امین. آفرین. خیلی جدن اینو بدون تو. ولی واقعیت هم اینه که تلاش هم نکن دیگه. آیده ای نداره. یعنی خیلی جا شده که محمد امین تلاوت کرده، اکثر جا اینه که واقعا خودم احساس میکنم اونجا نشستم و دارم تلاوت میکنم. جدن این است و من خیلی درک کردم. محضر آقا معظم رهبری هم که یکی دو بار از من بیشتر تلاوت کرده محضر آقا. یکی دو بارش هم مستمعش بودم.
یعنی ایشون مهمون ویژه بیت بوده. من اون اینو برای من مثلا میخوام دوباره بگو، یک بار خونده از شما بیشتر خونده؟ یعنی شما چند بار؟ نه یکی دو بار خونده، من بیشتر خونده. یعنی اون هیچی نخونده. اینو میگم دیگه، میگه یه بار ایشون خونده من بیشتر خونده. فکر کنم تو دم دم دو بار همخوانی کردم. سه بار، یه بار که از آن گفته البته، ولی در کل یه بار که تلاوت کرد من مستمعش بودم. یعنی من ایشون مهمون ویژه بوده، من یه مهمون عادی توی بین جمعیت، ولی وقتی که صداشو شنیدم و خوند تلاوت کرد یک فرازی رو، من واقعا احساس کردم خودم نشستم دارم میخونم. البته خود ابوالفضلم خیلی خوب میخونه. من ازش میخوام یه تیکه از استاد محمود رمضان بخونه برامون. یه تیکه بخونم. بخون. یکی دو نفس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. الله 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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الله أحسن. از حامد هم چیزی داریم؟ بله، یه فرازی که بالاخره همه بچه‌ها فکر می‌کنم زیاد شنیدن و تقلید کردن از ایشون. کدوم فراز که بگیم بچه‌ها گوش می‌کنن؟ سوره مبارکه نمل. به 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 همه بچه‌ها، من بخونم همه بچه‌ها هم همه بچه‌ها اکثرا منظور شنیدن خیلی دیگه این خب فراز. همه شنیدن ولی بچه‌ها نگی، چون که منم زیاد گوش می‌کنم اینا. خب همه با هم میخونین؟ حالا یه جور میگه انگار خود خودم کار نکردم. ولی من خودم بالاخره برو. خودش هم بچه است. نسبت به شما آره. حبیبی. اینا معلوم نیست بالاخره با هم یا ضد هم. نه داداشمه. 3-1. داداشمه. واقعا نمیتونی الان تشخیص بدی کی میخواد کیو بزنه. رسالت. یعنی یهو حسنه میاد سمت حامد، بعد جفتشون دست به یکی میشن میان علی حاج احمد. بخون. بسم الله. کار سختیه. إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله سالت. بذار نسخه اصلی خودش بخونه. نه 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 اینجوری بگیم. حامد یاد بگیر. نسخه اصلی. اینی اولکی الهی کتاب کریم نگو من خوندم. حرام عليكم. يا عيني يا
اهمیت این بسم الله الرحمن الرحیم انقدر زیاده که این نامه شاید 3-4 کلمه ازش یاد شده. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالو علیه و اتونی مسلم تمام. ولی اصرار خدا بر این که این نامه ابتداش با بسم الله الرحمن الرحیم آمده چیز فوق‌العاده ای، کل امر ذیبال لم یبدا به بسم الله فهو ابتر. هر امر مهمی اگر بدون بسم الله شروع شه ابتره. ما یکی از اساتید برجستمون اوائل طلبگی من تشویشه ما داره این داشتم که هم نمیفهمم هم مطالب سنگینه و هم بالاخره رزق و روزی و اینا. رفتم به این استاد بزرگوار گفتم چه کار کنم، گفت هر صفحه‌ای ورق زدی درساتو اولش بگو بسم الله الرحمن الرحیم. آقا اکسیر بود، یعنی هم من راحت تر مطالب رو دیگه میفهمیدم، همون تشویش هایی که به من حمله میکرد همش رفع شد. این اثر فوق‌العاده بسم الله الرحمن الرحیمه. هنوز هستن که بله از محمد امین نشنیدیم هنوز تکی بخونه برامون. چی میخونه محمد امین؟ چی میخونی محمد امین؟ سوره حاقه مصطفی اسمعیل. باری کلا چه شهامتی چه شهامتی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرحم الله الحق ما الحق. الله 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 الحق كنتم الحق كنتم وما أدراك ما الحق قد كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. سبحان المنتقم الجبار. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. آقا منشوه نمیخونی برامون؟ الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحق. ایوه كده. الله منشاوی نمیخونه برامون یه نفر. آقا تلاوت درخواستی که نیست، یه لیست گذاشتی جلوش. قبلش هم یکی دیگر رو گفتی. نه اونو به ابوالفضل رمضان رو گفتی قبلش. اونو به ابوالفضل گفتم رمضان. قبلاوی گفت منشاوی بخونه. محمود رمضان رو گفت. تلاوت درخواستی هر کی خوب میخونه اینو بخون. خب تیک زدم. اینو بخون. خب بعدی خوبه. خب بابا ما دیگه گیر نمیاریم اینا رو که همون فرازی که اولین بار پیش شما خونده رو. آها اون سوره بلد که بلد میشه. فراز اولش میخونم.
حافظش خوبه. آره خیلی. با این که سنی ازش گذشته. ولی اینو بگم قبل از این، امپراتور ظرفیت حاج احمد، خدا وکیلی تشویقش کنید. روح ظرفیت دیگه، آدم باید هوای بچه‌ها رو داشته باشه دیگه. آره سنت سن که میره بالا، ظرفیت هم کماکان باش. الشاعر يقول عن الشيب، الشاعر يقول عن الشيب: ان تكن شابت الذوائب مني فإن الليالي تزينهن الأقمار. حالا اینکه ما با آقای قاسمیان شوخی نمی‌کنیم، ایشون خیلی دیگه سنش بالاست، گوشاش سنگینه. هی باید بلند بگی. ولی حالا که بحث حاج احمد شد، خدایی حاج احمد به دلیل اینکه معلم نبودی با حاج احمد معلمه، خیلی از این قرا واقعا حاج احمد رو میشناسه و پیش حاج احمد اصلا تلاوت کردن، حتی صداهای نابودی بوده که حاج احمد صداهای اینا رو رشد داده و آورده بالا. یعنی اینی که حالا شوخی میکنن که تو چرا همه رو میشناسی، واقعا خب در سطح ملی واقعا حاج احمد شناخته شده است. حتی بین المللی حاج احمد شناخته شده است. حالا ما هم شوخی میکنیم، اگه اجازه بدی امپراتور هم... ظرفیت. بله. نه واقعا ایشون یعنی حداقل 1000 تا قاری را پرورش داده و بیشتر از 10000 قاری که خوب میخوندن ترک کردن دیگه قرآن. البته تربیت کرده، چون ما پرورش 1000 تا به چیز دیگه میگیم. خب دیگه اینجا فارسیم تا این حد شد. نمیخواد تعریف کنید آقا. خب حقیقتاً. آره. حقیقتاً استاد احمد ابوالقاسمی لفظ استاد زیبنده ایشونه. سلامت باشی حامد جان. واقعاً البته آقای رسالت خیلی ها کرسی استادی رو دارن تدریس میکنن، ولی از وقتی بهشون میگی بخون میگه فقط من درس میدم. ولی ایشون هم درس میده، هم خوب میخونه، خوب میخونه، خیلی مهمه، هم به نحو احسن تو بحث لحن الادا مسلط در تلاوت، هم مباحث صوتی که دیگه من نگم در مورد حاج احمد که واقعا چه گوش قوی و چه حنجره قوی و تطبیق این دوتا رو با هم، واقعا ما به وجود ایشون افتخار میکنیم، اینکه شوخی میکنیم واقعا. آره حالا اینکه رسالت نه خودت شروع میکنی. بفرمایید اول فاز جان، بفرمایید محمد امین. محمد امین محمد امین بخونه، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله الله جل الصانع ما شاء الله. تشویقشون بکنید هر دو برادر درجه یک رو. محمد امین خیلی ممنونم. محمد امین من شما رو جایی دیدم، هایی گفتی کجا؟ بله تو بیت حضرت آقا مراسم حسینی. آها این کلک بگو چی با آقا داشتی میگفتی؟ حتما انگوشتر میخواست. ما از آن گفتیم رفتیم شاقا تشکر کردن، زنو گفتن خیلی خوب بود، بعد اسم رو پرسیدن، گفتم محمد امین نبیلو، بعد زنو فکر کنم نماز میخواست سریع بخونن که برن، یعنی سریع تشکر کردن اسمم گفتم برگشتم، بعد از در که رفتم اینو گفتم حیف شد انگوشتر یادم رفت فیش بگم. بعد یه حاج آقایی که خیلی ارتباط داشت گفتم یه انگوشتر از آقا، بعد رفتش آورد، وایسنم رفت آورد که الان توی دستم است. به به خوشباله. امین بیار بالا، بیار بالا همه ببینن. آقا تواضع حضرت آقا هم تو عکس ببینید. بله.
یعنی در مقابل یک قاری قرآن هر چقدر سن کسی پایین باشه ما دیدیم آقا فوق‌العاده متواضعانه برخورد میکنه، اصلا حیرت آوره. خب برادران نبیلی رو تشویق بکنید. خیلی ممنونم ازتون. سلامت بشید. دست شما درد نکنه. ممنون از زحمات شما. از انرژی که به این صحنه دادین. انشالله که بدرخشین. عاقبت به خیر باشین. زیر سایه قرآن و دست شما در نام خودتون، زیر سایه صاحبان نام خودتون باشه. سلام، من فقط یه تشکری از پدر و مادرمون بکنم. بله که البته خب به عمل باید ثابت بکنیم ماشا. فقط تشکر زبانی فایده نداره آفرین. چون من خودم که به اصطلاح ما مسیر کلاس قرآن من خیلی دور بود، حدودا فکر میکنم دو ساعت و نیم فقط رفت کلاس، دو ساعت و نیم هم برگشت کلاس. مادرم واقعا خیلی زحمت کشیدن، از ایشون تشکر میکنم، دستشون رو میبوسم. پدرم هم چنین دستشون رو میبوسم. انشالله که همیشه صحیح و سلامت باشن. ما بتونیم نوکرشون کنیم. مادرم فکر میکنم اینجا باشه. بیستن مادر عزیزشون، بیستن ببینیمشون و تشویقشون کنیم. زنده باشیم مادر. ممنونم ابوالفضل. متشکرم.